خب بسیار سپاسگزارم و سلام و عرض ادب مجدد دارم حضور شما بینندگان عزیز و محترم. همچنان با شما هستیم با ویژه برنامه بازی های آسیایی 2010 گوانجو. اما الان در همین لحظه از تکواندو به طور مستقیم و زنده از گوانجو میخوام این روابط رو برای شما پخش بکنیم و همکار خوبم آقای فرهادیان هم گزارش بازی رو تقدیم شما خواهند کرد. اما نکته خدمتتون هست از صبح که ما 5:30 صبح با شما همراه بودیم ورزش‌های متفاوتی برگزار شده که حالا به ترتیب و در فرصتی که در دقایق بعدی برنامه در خدمت شما خواهیم بود توضیح خواهیم داد به اتفاق آقای خراسانی عزیز. اما به سالن ورزشی می‌ریم و همکارم آقای فرهادیان گزارش بازی رو تقدیم شما می‌کنه. آقای فرهادیان بفرمایید. بله، مجدداً خدمت شما بینندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. رقابتی که تقدیم حضورتون میکنیم در وزن منهای 80 کیلوگرم هست. جمشید از تاجیکستان داور این رقابت هست. بازی که بین فرزاد عبداللهی و ناصر احمد بهاوی از افغانستان برگزار میشه. این حریف افغانی رو نباید دست کم گرفت. همون بازیکنی است که هادی سایی رو در یکی از رقابت‌های مهم شکست داد. البته خب در اون بازی واقعا هادی حق شکست نبود، ولی خب به هر صورت حالا در افتخارات خودش شکست یک قهرمان المپیک به نام هادی سایی رو داره. این چهره که با هوگوی قرمز رنگ در تصویر می‌بینید، ناصر احمد بهاوی. اما فرزاد عبداللهی دلاور کشور اون از استان آذربایجان شرقی از شهر میانه در ابتدای امروز بازی خودش رو در واقع در مرحله اول که استراحت داشت در بازی اول خودش با ازبکستان موفق شد جسور بایزارکوویچ رو 11-2 شکست بده. بعد از اون در مقابل میت دات لونگ از ویتنام موفق شد حریف خودش رو پشت سر بگذاره و اینجا در مقابل این حریف قرار گرفته. پیروز این میدان به فینال مسابقات وزن منهای 80 کیلوگرم راه پیدا خواهند کرد. در روز گذشته تکواندوکاران کشورمون 2 مدال طلا در مردان توسط کاپیتان تیم ایران یوسف کرمی و علیرضا نصر آزادانی کسب کردند و سارا خوشجمال فکری در بخش بانوان 1 مدال برنز به دست آورد. ببینیم امروز تکواندوکاران کشورمون چه کار میکنن. این چهره ناصر احمد بهاوی هست. خب هوگوها رو امتحان میکنن، ضربه بایستی زده بشه تا روی تابلو. میبینید در تصویر اون گوشه سمت راست تصویر، سمت چپ تصویر مشخصه که امتیاز چگونه روی تابلو روشن میشه تا دو ورزشکار با فرمان آقای جمشید داور این دیدار از تاجیکستان کار خودشون رو آغاز بکنم. آرزوی موفقیت میکنیم و تقاضای دعای خیر شما مردم خوب برای این جوان دلاور کشورمون فرزاد عبداللهی در مرحله 1/4. بازیکن بسیار خوش اخلاق و مؤدبی فرزاد عبداللهی که عرض کردم از استان آذربایجان شرقی و شهر میانه هست. اولین امتیاز رو میگیره فرزاد. باریکلا فرزاد عبداللهی 1-0. ورزشکار باهوشی است و اجازه نمیده که حریف به راحتی از او امتیاز بگیره. دومین امتیاز رو هم گرفت. حالا 2-0 میشه حساب کار در شرایطی که تنها حدود 30 ثانیه از راند اول سپری شده. این ورزشکار افغانی در بازی قبل خودش موفق شد. حالا خدمت شما عرض میکنم چه حریفی رو شکست داد تا به این مرحله رسید. اشاره بکنم که فرزاد عبداللهی متولد سال 1369 هست و سال 79 تکواندو رو آغاز کرده. 3-1 میشه حساب کار. اشاره میکنه بایستی 2 امتیاز داشته باشه بهاوی. مربی او کارت بلند میکنه. اگر به خاطر ضربه چرخشی امتیاز داده باشن بایستی 1 امتیاز دیگه به او بدن و اعتراضش درست هست. خب ببینیم نتیجه شور داوران چگونه هست که نتیجه رو در برخواهد داشت. بله 1 امتیاز دیگه میدن و درستن هست. حالا نتیجه بازی 3-2 میشه به سود فرزاد عبداللهی که باید خیلی مراقب باشه این حریف افغانی رو دست کم نگیره. البته اشاره بکنم که این حریف افغانی او در ایران تمرین میکنه و با خیلی از بازیکنهای ما کار کرده، پا زده و در واقع تکواندو خودش رو در ایران مدیون تکواندو و تلاش تکواندوکاران و مربیان ایرانی. یک بار دیگه ضربه از فرزاد.
همچنان 3-2 حساب کار هست. 36 ثانیه دیگه به پایان راند اول زمان هست. در جدول مدال ها در تکواندو ایران در پایان روز اول بازی ها در مکان اول قرار گرفت. ایران با 2 مدال طلا و 1 برنز که عرض کردم توسط یوسف کرمی و علیرضا نصر آزادانی به دست اومد و برنز خانم سارا خوش‌جمال فکری در مکان اول هست. چین با 1 طلا 1 برنز در مکان دوم هست. چین تایپه با 1 نقره در مکان سوم و اردن و ژاپن هم با 1 نقره در مکان های چهارم و پنجم هستند. نتیجه بازی 3-3 شد. باید خیلی مراقب باشه فرزاد. عرض کردم این ورزشکار افغانی رو نباید دست کم گرفت. خب راند اول تمام شد. دو ورزشکار به سمت مربیان خودشون میرن. ببینید بیژن مغانلو مربی تیم ملی کشورمون رو که رضا مهماندوست هم هست سرمربی تیم ملی با فرزاد